به نام خدا. سلام، ما جلسه قبل بحثمون رو راجع به انتگرال شروع کردیم و تعریف های اولیه انتگرال رو گفتیم. کاری که امروز میخوایم بکنیم اینی که یه ذره دیگه بیشتر راجع به انتگرال صحبت کنیم، راجع به خواستش صحبت کنیم و در حقیقت انشالله تا آخر جلسه امروز هم راجع به قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال صحبت میکنیم که یکی از مهمترین ابزارهایی که به ما اجازه میده از انتگرال استفاده کنیم و کاربردهای خوب خیلی زیادی داره. یه مرور خیلی سریع بکنیم به آنچه گذشت و ببینیم که آیا و ببینیم که چجوری میخوایم جلو بریم. قضیه از اینجا شروع شد که من یه تابع F داشتم و میخواستم مساحت زیر نمودارش رو حساب کنم. حالا فعلا فرض کنیم این تابع مقدارش مثبته، فرض کردیم که در حقیقت روی بازه بسته تعریف شده و حالا پیوسته هم هستش. فعلا اینجوری شروع کردیم جلو رفتن و در حقیقت من هیچ کدوم این فرضا به طرز جدی استفاده نمی کنم در جلوتر. خب گفتیم که چالشی که وجود داره اینه که من مساحت، خب یه چیزای خاصی رو بلدم راجبش صحبت کنم، مثلا مساحت مستطیل رو بلدم. به کمک که حالا مساحت مستطیل و با استفاده از خواصی که از مساحت انتظار داریم، مثل اینکه ناحیه های برابر مساحت برابر داشته باشن، مثلا تونستیم مساحت متوازی الاضلاع رو حساب کنیم یا تونستیم مساحت مثلث رو حساب کنیم. منتها کماکان با کمک مثلث من مساحت هر چند ضلعی رو هم میتونستم حساب کنم، ولی کماکان این خیلی جواب نمیداد برای اینکه من بتونم مساحت یه زیر نمودار که یه ناحیه‌ایه که چند ضلعی هم نیستش در حقیقت حساب کنم. برای اینکه این حالا مشکل حل شه گفتیم که خب بیایم سعی کنیم که این مساحت زیر نمودار با یه سری مستطیل زیرش تقریب بزنیم. اومدیم که یکی دو تا مثال چک کردیم، دیدیم این کار اگه که من بیام هی با مستطیل هایی که عرضشون کوچیکتر و کوچیکتر میشه، قاعدهشون هی کوچیکتر و کوچیکتر میشه، یعنی یه n گرفتیم، فرض کنیم قاعده اون مثلا an باشه، برای حالی مثال که از بازی رو بازی 0 تا a داشتیم نگاه میکنیم، بعد هی n رو بزرگتر کردیم، نتیجه این قاعده کوچیکتر و کوچیکتر شد و این ناحیه‌هایی که خطایی منو داشت میداد کوچیکتر و کوچیکتر میشد و دیدیم با این کار واقعا من مساحت زیر نمودار مثلا این تابع fx مساوی x رو یا تابع میتونم حساب کنم. به کمک این رفتیم fx مساوی x2 رو هم حساب کردیم و در حقیقت سعی کردیم با استفاده از پایین و بالا حساب کردن این یه اثباتی بیاریم که واقعا این چیزی که حساب کردیم اشتباه نیستش. و نهایتا اومدیم مفهوم یه افراز رو تعریف کردیم. گفتیم منظور از یه افراز از بازه آب یه دنباله xfx1 تا xnn به علاوه یکی نقطه است که n تا نقطه وسط باز است، نقطه صفرم نقطه سمت چپ، نقطه nم نقطه سمت راسته و این نقاط صعودی هست. و در حقیقت اینا انگار من باز کل بازه آتابر اومدم به ان تا زیر بازه کوچیک افراز کردم و در حقیقت اومدیم نظیر این زیر بازه کوچیک یه مجموع ریمانی پایینی اف نسبت به افراز رو تعریف کردیم. در حقیقت گفتیم اگه مینیمم مقدار تابع توی این بازه رو در نظر بگیم توی هر زیر بازه کوچیک و یه مستطیل به اون ارتفاع در نظر بگیم، خب من میدونم این مستطیل کاملاً زیر نمودار باقی میمونه، مثلا اینجا این مستطیل میشه و حالا هر جایی هر زیربازه نسبت به خودش. و خب برای مجموع مساحت این مستطیله که من راحت میتونم حسابش کنم هست ارتفاعش ضرب در قاعدهش که قاعدهش هست xi منهای xi منهای 1، ارتفاعش هم هست مینیمم تابع f تو این بازه، من مجموع رو به راحتی میتونم حساب کنم و این مجموع باید کمتر مساوی مساحت زیر نمودار باشه. همینطور اتفاقی که افتادش این بود که در حقیقت من میتونم یه بازه رو ظریف‌تر کنم، به این معنی که بیام یه سری نقطه اضافه کنم به اون افراز قبلیم، مثلا این نقطه جدید رو اضافه کنم. گفتم با این کار اتفاقی که میفته اگه من یه افراز جدید بسازم در حقیقت مجموع پایینی من بزرگتر میشه. مشابهاً مجموع بالایی رو تعریف کردم به عنوان یه سری مستطیل که مجموعشون رو مجموع مساحتاشون رو خب میتونستم راحت حساب کنم و ارتفاع هر کدوم بود ماکسیموم اف در اون بازه و قاعدهشون هم که خب همون طول زیر بازه کوچیکا بود و خب مجموع مساحت این از مجموع مساحت زیر نمودار بزرگتر مساوی میشد و در حقیقت به این گفتیم مجموع ریمانی بالایی اف نسبت به افراز پی، این ریمان هم اسم یک
ریاضیدان، به افتخار یه ریاضیدان به این مجموعه ما میگیم مجموعه ریمانی. و در حقیقت گفتم خب پس انتگرال باید بیفته بین در حقیقت مجموع بالایی و مجموع پایینی به ازای هر افرازی. یعنی اگر که مساحت این نمودار تعریف شده باشه، مساحت این نمودار از مجموع پایینی، هر مجموع پایینی باید بیشتر باشه، از هر مجموع بالایی هم کمتر مساوی باشه. و باز دوره مجموع بالایی هم این ویژگی رو داشتش که با ظریف‌تر کردن افراز مجموع پایینی بالایی کوچیک‌تر می‌شد. و در حقیقت چیزی که خیلی ساده میتونید نشون بدید، اگه شما دوتا افراز دلخواه داشته باشید، مجموعه پایینی افراز اول از مجموعه بالایی افراز دوم همواره کمتر مساویه. مهم نیست این افراز چه خاصیتی نسبت به هم دارن، همیشه هر مجموعه پایینی از هر مجموعه بالایی کمتر مساویه. برای من در حقیقت من گفتم که حالا خب من میدونم که یه اعدادی وجود داره که از مجموع پایینی ها بیشتر مساویه و از مجموع بالایی ها کمتر مساویه. گفتم اگر این عدد یکتا باشه به این میگیم انتگرال. اوکی، پس در حقیقت این اگر فقط یه عدد وجود داشته باشه میگیم انتگرال، و این مجبور مساحت زیر نمودار باشه و بهش میگیم انتگرال تابع اف رو بازه آبه، با این نماد نمایشش میدیم. این در حقیقت هم آخرین چیزی بود که ما تو جلسه قبل گفتیم و امروز میخواییم بحثمون رو ادامه بدیم. یکی دو تعریف کوچیک در حقیقت میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم قبل از اینکه بریم جلو. ببین بچه ها، این نکته که گفتم همین بود دیگه در مورد این ماجرا، چون یکی دو از دوستان پرسن. ببین من میدونم هر مجموع پایینی رو در نظر بگیرید نظیر هر افرازی کمتر مساویه مجموع بالایی هر افراز دلخواه دیگه ای. خب در حقیقت حالا ما خیلی راجع به چیز صحبت نکردیم، در حقیقت راجع به سوپریموم و اینفیموم اینا صحبت نکردیم، کوچیکترین کرم بالای بزرگترین کرم پایینی. ولی این نتیجهش این میشه که وقتی همه افرازهای همه مجموعه بالایی از همه مجموعه پایینی ها بزرگتر مساویان، من یه عددی میتونم پیدا کنم که باشه کمترین عددی که از همه مجموعه بالایی ها کمتر مساویه، یه عددی میتونم پیدا کنم که میتونم یه بزرگترین عددی پیدا کنم که کمتر مساوی همه مجموع بالایی هست. خب یعنی همه مجموع بالایی ها یه عددی، بزرگترین عددی هست که از همه کمتر مساویه. یه عددی هم هستش، اینطوری بذارید بگم، ببینید مجموع بالایی ها، الان من بذارید یه افراز یه مجموع بالایی دارم، بذارید یه افراز یه مجموع بالایی، بذارید یه افراز یه مجموع بالایی، و هر مجموع پایینی رو بگیرید از این کمتر مساویه. خب از همه اینا کمتر مساویه. برای من یه بزرگترین عددی دارم که از همه اینا کمتر مساوی، یعنی هیچ مجموع بالایی زیرش نمیاد و بزرگترین عدد با این خاصیت. برعکس هر مجموع پایینی یا بگید از یه مجموع بالایی کمتر مساویه. خب و برای من یه کوچیکترین عددی دارم که از همه مجموع پایینی ها بزرگتر مساوی، یعنی هیچ وقت مجموع پایینی ها از این بیشتر نمیشن. پس من یه در حقیقت به قول معروف کران پایین برای مجموع بالایی ها دارم، یه کران بالا برای مجموع پایینی ها. این دوتا ممکنه با هم فاصله داشته باشه. اگه فاصله داشته باشه یعنی من کلی عدد دارم که تمام اعداد بین این دوتا از تمام مجموع بالایی ها کمتر مساوی هستند، از تمام مجموع پایینی ها بیشتر مساوی هستند. اما اگه این دوتا عدد دقیقا رو هم بیفتن که همین یه دونه عدد باشه که از همه بالایی ها کمتر مساویه، از همه پایینی ها بیشتر مساویه، به این عدد میگم انتگرال. پس انتگرال فقط و فقط در شرایطی وجود داره که این عدد یکتا باشه. اگه مثلا هم دو تو این رابطه صدق کنه هم سه، من میگم که انتگرال پذیر نیست. خب ولی اگه فقط و فقط مثلا دو تو این رابطه صدق کنه، اون وقت میگم که انتگرال پذیره و دو هم مجبور مساحت زیر نمودار تابع آبه، تابع اف تو بازه آبه باشه. اوکی، پس این ممکنه بیش از یکتا باشه، یکی باشه، ولی حتما یعنی ولی اگر یکتا بود ما به یک اون چیز یکتا میگیم انتگرال. خب بریم یه ذره وارد بحث امروزمون بشیم. ببین بچه‌ها، فرض کنید من به یه تابع اف، من حالا جلسه قبل یه اشاره بهش کردم، این دفعه میخوام دیگه صریح بگم این ماجرا، تابع اف رو بازی آبه میگیم قطعه قطعه پیوسته است. اگر که من بتونم بازی آبه رو براش یه افرازی پیدا کنم که درون هر کدوم از این زیربازه کوچیکا تابع اف پیوسته باشه و تو نقاط ابتدایی انتهاییش هم حد داشته باشه، خب
مثلا این تابر نگاه کنید، الان من این افراز اگه در الان این فرض کنید بازه آتابی باشه و من بیام این نقاط رو در نظر بگیرم، الان توی این بازه تابع من درون بازه، یعنی تو بازه باز این پیوسته است و خب حد چپ حد راست تو این نقطه داره، حد چپ هم تو این نقطه. حالا این تو این بازه اول که خیلی خوبه، کلا تابع رو بازه بستش هم پیوسته است. خب ولی مثلا توی این بازه نگاه کنید، ببین توی این بازه تابع پیوسته نیست تو کل بازه بسته، ولی تو بازه بازش پیوسته است و هم توی این نقطه حد چپ داره هم توی این نقطه حد راست داره، با اینکه با مقدار تابع برابر نیست ولی حد چپ و راست داره. و وقتی هم میگیم حد چپ و راست وجود داشته باشه، منظورمون اینه که حد به معنای متناهیش وجود داشته باشد دیگه، یعنی نه اینکه حدش مثلا اگر تابع اینجوری بود که به سمت بی نهایت میرفت یا به سمت منفی بی نهایت میرفتش، من نمیگفتم تابع قطعه پیوسته است. در حقیقت من میخوام توی این دو سر حد داشته باشه و حدش در حقیقت یه عدد متناهی باشه. در حقیقت معنیش اینه که من با تغییر احتمالی مقدار تابع تو دو سر این زیر بازه میتونم تابع رو به یه تابع پیوسته تبدیلش کنم. خب این تعریف تابع قطعه پیوسته است. و در حقیقت اینو قضیه رو از من بپذیرید، من نمیخوام اثباتش رو بگم، به خاطر اینکه هم یه ذره اثباتش پیچیده است، هم خیلی در سطح شاید این درس نباشه. هر تابع پیوسته روی بازه بسته یا هر تابع قطعه پیوسته روی بازه بسته انتگرال پذیره. در حقیقت این معنیش اینه که من با کوچیک کردن قطر افرازا میتونم به این مساحت زیر نمودار تابع رو حساب کنم، به کمک مجموع پایینی یا بالایی. و در حقیقت من مجموع ریمانی پایینی رو راجبش صحبت کردم، مجموع ریمانی بالایی هم صحبت کردم، ما میتونیم مجموع ریمانی دلخواه هم داشته باشیم. به این معنا که در حقیقت فرض کنید که من یه افراز پی از بازه آ تا ب دارم، خب توی هر کدوم از این زیربازه ها بیاین یه نقطه دلخواهی رو انتخاب کنید، توی x0 تا x1 یه نقطه دلخواهی مثل x1 ستاره انتخاب کنید، تو نقطه x1 تا x2 یه نقطه دلخواه بین x1 و x2 انتخاب کنید، بشه مثلا x2 ستاره و ادامه ماجر. به یه همچین مجموعی، مجموع fxi ستاره ها ضرب در xi منهای xi منهای 1، ما میگیم یه در حقیقت مجموع ریمانی. در حقیقت مجموع ریمانی بالایی اونی بود که به جای fxi ستاره ماکسیموم رو گذاشته بودیم، توی مجموع ریمانی پایینی اونی بود که مینیموم گذاشتیم. ولی اگه من یه نقطه مثلا اینجا ناکه من x1 ستاره دلخواه گرفتم، این به ارتفاع در حقیقت این fx1 ستاره ضرب x1 منهای x0 میشه مساحت این مستطیل. خب fx2 ستاره ضرب x2 منهای x1 ستاره میشه مساحت این مستطیل و ادامه ماجرا. در حقیقت من تو هر بازی یه نقطه دلخواه گرفتم، یه مستطیل به ارتفاع f اون نقطه و به قاعده طول اون زیربازه در نظر گرفتم. خب و مجموع مساحت اینا یه تقریبی از مساحت زیر نمودار به من میده. خب در چنین شرایطی اتفاقی که میفته اینه که اگه من یه تابع F داشته باشم که رو بازه بسته آب انتگرال پذیر باشه، قضیه اینو میگه که من با کوچیک کردن قطر افراز، یعنی اگه بیام بزرگترین زیربازه رو هی کوچیک و کوچیک‌تر کنم و یه مجموع ریمانی دلخواه بگیرم، این به انتگرال من میل میکنه. در حقیقت این همین دلیلی که من انتگرال آ تا ب اف رو با انتگرال آ تا ب اف ایکس دی ایکس نمایشش میدم، خب بهش میگیم نمادگذاری دیفرانسیلی. در حقیقت ایده ماجرا اینه که میگه توی هر نقطه بیا f رو حساب کن، ضرب در یه دلتا x خیلی کوچیک بکن. در حقیقت fxi ستاره ضرب در xi منهای xi منهای که من میتونستم fxi ستاره ضرب در دلتا xi. خب در حقیقت میگه که توی هر بازه یه نقطه مثل xi ستاره در نظر بگیر، fxi ستاره که ارتفاع اینه در نظر بگیر، این مستطیل رو در نظر بگیر. این مستطیل یه تقریبیه از مساحت زیر نمودار تابه، مساحتش. اوکی؟ پس من تو هر بازه یه نقطه مثل x i ستاره، تو هر بازه کوچیکی x i ستاره در نظر میگیرم،
مستطیل به ارتفاع FXI ستاره رو در نظر میگیرم، مساحت این مستطیل یه تقریبی از مساحت زیر نمودار تابع توی این ناحیه. خب و قضیه اینو میگه که میگه اگر تابت انتگرال پذیر باشه هر جوری دوست دارید بیایید افراز کنید، فقط قطر افراز رو به سمت صفر برید، یعنی طول بزرگترین زیر بازه رو کوچیک و کوچیک‌تر کنید و هر نقطه دلخواهی دوست دارید در نظر بگیرید تو این زیر بازه و بیاید مجموع ریمانی نظیرش رو بگیرید. با کوچیک کردن قطر افراز حتما شما هی نزدیکتر و نزدیکتر به این انتگراله میشید. من اینو با اپسیلون دلتا میتونم دقیق دقیق بنویسم ولی اصلا نمیخوام ذهنتون رو درگیر این ماجرا بکنم. خب فقط میخوام بدونید که در حقیقت هر وقت من یه تابع انتگرال داشت و خواستم انتگرالشو حساب کنم میتونم این کار کنم، هر جور دوست دارم بیام به زیر زیر بازه افرازش کنم، هر جور که دوست دارم و راحت میتونم محاسبات انجام بدم، تو هر زیر بازه میتونم نقطه انتخاب کنم، مجموع FXI ستایز و XI منها XI منها یک رو حساب کنم و اگر این بزرگترین XI منها یعنی XI منها XI منها یک رو کوچیک و کوچیکتر کنم این هی نزدیکتر نزدیکتر به انتگرال میشه. در حقیقت این یکی از مهمترین مبناهای محاسبه عددی انتگراله. در حقیقت حالا ما یه سری روش حساب میکنیم ولی در حقیقت این که چجوری میتونم انتگرال رو در حقیقت به صورت عددی حساب کنم، مثلا اگه تابع خیلی پیچیده داشته باشم اینجوری میتونم حساب کنم، در این که من انتگرال آ تابع f رو به این صورت نمایش میدم، انتگرال آ تابع fx dx، دقیقا منظورم اینه که این fx dx ایدش از اینجا اومده که من مجموع fxi ستاره ضرب در دلتا xi رو دارم حساب میکنم. اوکی؟ این که xi ستاره یه نقطه یه توی بازه xi منهای یک تا xi، اینو من با fx dx نمایشش میدم. خب پس این در حقیقت چیزه، اینو بهش میگیم نمادگذاری دیفرانسیلی برای انتگرال. خب و در حقیقت یکی از دوستان نکته خوبی گفته که این x ستاره دیگه نمیخواد. نکته ای که وجود داره اینه که ببینید من این ایکس آی رو گفتم که در حقیقت یه نقطه ایکس آی ستاره گفتم توی یه نقطه تو بازه ایکس آی منهای یک تا ایکس آی. خب اینو گفتم اینجا توی بین مثلا این ایکس دو ستاره بین ایکس یک و ایکس دو. نکته اینه که من میخوام فاصله ایکس یک و ایکس دو رو به سمت صفر میل بدم، کوچیک و کوچیک‌تر کنم و در حقیقت یه بازه خیلی کوچیک به اندازه دی ایکس حول خود نقطه ایکس میخواد بشه. در حقیقت به این دلیله که من دیگه این نماد ستاره رو اینجا بیخیال میشم و اینو به این صورت می‌نویسم. ولی حالا اصلا یه نمادگذاریه نهایتاً، این که فلسفش از کجا میاد یه قصه است، ولی این یه نمادگذاریه برای مساحت زیر نمودار به تابع F در بازه آب. یعنی اگه فلسفش هم نفهمیدید از کجا میاد هیچ ایرادی نداره، این نمادگذاریه دیگه باید بشناسید و بتونید ازش استفاده کنید. خب و اصل ماجرا اینه که میگم شما بازه ها رو کوچیک و کوچیک‌تر کنید، این مجموعه داره واقعا هی نزدیک و نزدیک‌تر به این مساحت زیر نمودار میشه. اوکی این در حقیقت قضیه‌ایه که ما داریم. خب بریم ادامه بدیم، یه قرارداد کوچیکم بگیم و وارد خواص انتگرال بشیم. من به صورت قراردادی انتگرال آ تابع fx dx و منفی انتگرال بیتا آی fx dx در کنم. در حقیقت اجازه میدم، این اصراری ندارم که حتما این پایینی از این بالایی کمتر مساوی باشه، ممکنه پایینی از بالایی بیشتر مساوی بشه و اگر من اینطوری نوشتم منظورم که منفی اون یکی برعکسه. در حقیقت اینطوری دارم میگم که ببینید من انتگرال آ تابع fx dx رو که دارم میگیرم دلتا x آیا تو این راستا داره حساب میشه. خب x آی من از x آی منهای یک من کوچیک‌تره، برای اینکه سازگار باشه انتگرال بیتا آ داره انگار اینجوری حساب میشه، برای اون x آی منهای x آی منهای یک همون انگار داره برعکس میشه. برای این به عنوان یک قرارداد صرفاً
انتگرال منفی بیتا آی اف ایکس دی ایکس رو مدازد انتگرال آتابه اف ایکس دی ایکس. و منظور از انتگرال یعنی در انتگرال آتابه اف ایکس دی ایکس مساحت زیر این نموداره، انتگرال بیتا آ منفی این مساحت. خب این آتابه هم داره میگه مساحت زیر نمودار از چه نقطه ای تا چه نقطه ای دارم حساب میکنم دیگه. یکی از دوستان پرسیده مقداری با هم برابرن؟ خب دارم می‌نویسم منفی همن دیگه، چجوری مقداری با هم برابرن وقتی منفی همن؟ در حقیقت مثلا برای همچین چیزی که این انتگرال مثبته، این یکی انتگرال بیتا آ منفی میشه. اوکی، این از این. و جهت تاکید به یه همچین نمادگذاری ما میگیم انتگرال معین. چرا میگیم انتگرال معین؟ به خاطر اینکه من دقیقاً گفتم که تو چه بازه‌ای میخوام مساحت رو حساب کنم. یه چیزی داریم به اسم انتگرال نامعین که جلوتر میگیم. خب ببینید بچه‌ها، یه نکته‌ای رو من همینجا بگم، خیلی چون که دوتا از دوستان سوال پرسیدن و خیلی به نظرم سوالشون سوال به جاییه. به اینکه دوتا از دوستان گفتن مگه مساحت منفی میشه؟ واقعیت اینه که نه، خب مساحت هیچ وقت منفی نمیشه، مساحت همیشه مثبته. خب منتها این جوری که ما انتگرال رو تعریف کردیم، بذار من یه نمودار دیگه بکشم، یه نکته بزنی اول شکلشو بکشم بعدن نوشتهشو بنویسم. ببینیم بچه ها، ما انتگرال رو چجوری تعریف کردیم؟ گفتیم من میام این بازه آتابه رو یه سری نقطه میذارم، مثلا اینا اسم x1 x2، حالا توی این مثال x3 x4 تا x5 و x0 x5b. خب گفتم که ببینیم ما چی کار داریم میکنیم. من دارم هر کدوم از این ناحیه ها رو مثلا با یک مستطیلی، خب مثلا مساحت اینو با یه مستطیل به خط خوشگل بکشم، خب ببین من مثلا گفتم که من مساحت این ناحیه رو، خب این ناحیه زیر نمودار رو دارم تقریب میزنم، اینجا یه نقطه مثل x1 ستاره میگیرم، مساحتش رو تخمین میزنم با f(x1) ستاره ضرب در x2 منهای x1 دیگه. درسته؟ در حقیقت ایده من این بود که من مساحت این تیکه رو میام با مساحت در حقیقت این مستطیل تقریب میزنم. خب و این مستطیل مساحتش رو نوشتم f(x1) ستاره ضرب در x2 منهای x1. بنابراین من همین بازی رو اینجا بخوام تکرار کنم، خب یعنی اگر که بخوام یه مستطیل اینجا بگیرم، خب
ببینید همین ماجرا رو بخوام بین x3 و x4 انتخاب کنم و مثلا یه نقطه‌ای مثل این وسط مثل x ستاره، خب دقت کنید که من مساحت اینو دارم با چی تخمین میزنم؟ با f x ستاره ضرب در x4 منهای x. خب این نتیجهش چیه؟ دقت کنید که توی اینجا f x ستاره منفیه. در حقیقت اتفاقی که داره میفته اینه که میگه من میتونم تو میخوای مساحت زیر نموده حساب کنی، ولی وقتایی که تابع مثبته من مساحتش رو میخوام مثبت حساب کنم، وقتایی که تابع منفیه من میخوام مساحت رو منفی حساب کنم. خب در حقیقت میتونستم اینجا به جای f قدر مطلق f بذارم، منتها به دلایل زیادی این اما این اینجوری دیدن مساحت، علامت دار دیدن مساحت برای من بیشتر کمک میکنه. در حقیقت من مساحت رو دقیقاً این مساحت این مستطیل رو دوست دارم این حساب کنم. بنابراین f مثبت باشه این مساحت مثبت میشه، f منفی باشه مساحت منفی میشه. خب از b تا a که داری، از a تا کی b که داری میری، مثلا این مثبته اینم مثبته، کلا این حاصل ضرب مثبت میشه. از b به a که داری میای من باید x1 منهای x2 رو در نظر بگیرم، ضرب در fx1 ستاره کنم، برای منفی میخوام حساب کنم. انگار مساحت من جهت داره. خب و چه جوری جهت دارش کردم؟ گفتم رو به بالا و سمت رو به سمت راست جهت های مثبت منه. برای اگه f که داری ضرب میکنی مثبت بود، دلتا x هم که داشتی ضرب میکنی مثبت بود، یعنی x2 از x1 بزرگتر بود، حاصل ضرب و مساحت مثبت در نظر بگیر. اگه یکی مثبت بود یکی منفی بود، منفی در نظر بگیر. اوکی؟ بنابراین مساحتی که من اینطوری تعریف کردم، دقت کنید که مساحت مساحت با این تعریف علامت دار است و میتواند مثبت یا منفی باشه. خب در حقیقت همینجوری به چش خود مساحتی بخوایم نگاه کنیم، مساحت کل، یعنی انتگرال این تابع رو تعریف میکنیم، مساحت ناحیه مثبت ها منهای مساحت ناحیه منفی ها. اوکی؟ و مساحت با اون تعریف عادی که میدونستید میشه میشه انتگرال ناحیه مثبت ها منهای انتگرال ناحیه منفی ها. اوکی؟ پس حالا برای این که چیز باشیم، در حقیقت میشه انتگرال آ تا به اف میشه مساحت زیر نمودار نقاط مثبت منهای مساحت بالای نمودار نقاط منفی. اوکی؟ پس انتگرال یه همچین چیزی میشه، انتگرال آتابه اف دیگه، انتگرال آتابه اف. خب در حقیقت میشه مساحت ناحیه مثبت و منهای مساحت ناحیه منفی ها. خب و دوستان ببخشید این صرفا یک نمادگذاری، خواهشن اصلا خودتون رو درگیرش نکنید. صرفا منظور از انتگرال آتابه اف ایکس دی ایکس مساحت زیر نمودار با رعایت اون علامت ها همین. حالا اینکه f x چیه d x چیه اینا خیلی خودتون الان درگیر این نکنید. و اینو پس دقت کنید که من مساحت این انتگرال من میتونه مثبت یا منفی باشه. خب این از این. و خب این نتیجه طبیعی تعریف انتگرال به صورت در حقیقت مجموعهای ریمانی. وقتی شما مجموع ریمانی تعریف میکنید و من انتگرال اینطوری میخواید تعریف کنید، این به صورت در حقیقت علامت دار در میادش. خب بریم یه ذره جلوتر راجع به خواص انتگرال صحبت کنیم. این تعریفاش اینا خیلی پیچیده تر از خواصشه. نکته اول،
انتگرال آ تا آی اف ایکس دی ایکس، من این خواص رو میگم، اینا رو میتونید استفاده کنید، ولی اثباتاشو همینجور شهودی میگم و اثبات دقیقش هم ازتون نمیخوام، ولی در حقیقت اثباتش خیلی واضحه اگه بخوایم با استفاده از مجموع ریمانی، ولی خب میگم چون خود مجموع ریمانی یه دقت نظرهایی میخوادش، من خیلی الان نمیخوام وارد جزئیات بشم. نکته اول، انتگرال آ تا آی اف ایکس دی ایکس میشه صفر. در حقیقت این خیلی چیز ساده داره میگه، این میگه که شما مساحت زیر نمودار رو حساب میخواییم بکنید از نقطه آ تا خود آ. خب این خودش میشه یه مستطیل به ارتفاع اف آ به قاعده صفر. خب مساحتش میشه صفر دیگه، همیشه صفر ضرب در هر عددی میشه صفر دیگه. پس انتگرال آ تا آی اف ایکس دی ایکس همیشه میشه صفر، خیلی راحته. اگه اف و آر برابر کنیم، انتگرالش هم آر برابر میشه، یعنی آر برابر اف ایکس انتگرال آ تا به اف آر برابر اف ایکس دی ایکس رو بخوایم حساب کنیم میشه آر برابر انتگرال آ تا به اف ایکس دی ایکس. و اگه دو تا تابع رو با هم جمع کنیم، انتگرالشون هم جمع میشه. در حقیقت این یه جوری داره میگه که مساحت زیر نمودار جمع دو تا تابع میشه مساحت زیر نمودار اولی، بله مساحت زیر نمودار دومی. باز اینم خیلی ساده است. در حقیقت اگه من دو تا تابع داشته باشم، بذارید یه تابع اینطوری داشته باشم، یه تابع اینطوری داشته باشم و من مساحت اینم مثلا جمعشون باشه، خب این تیکر در نظر بگیرید، بذارید بکشم شکلو، با این چیز خوب نمیشه. بذارید تابه رو ساده بکشم که جمعش رو بتونم راحت بکشم. چه اذیت میکنه. مثلا این F به علاوه G باشه، این F باشه، این G باشه. ببینید در حقیقت من الان بالای یه نقطه که نگاه کنید، خب خیلی یه بازی کوچیک حول یه نقطه نگاه کنید، این ارتفاع تقریبا fx به علاوه gx، خب اینم که ارتفاع fx، این ارتفاع هم gx، برای این مساحت این ناحیه زیر این نمودار تقریبا هست f به علاوه gx ضرب در این دلتا x که خیلی کوچولوه. خب f به علاوه g x ضرب در دلتا x دقیقا میشه f x ضرب در دلتا x به علاوه g x ضرب در دلتا x. f x ضرب در دلتا x مساحت تقریبا این تیکه است، g x ضرب در دلتا x هم تقریبا مساحت این تیکه است. خب بنابراین پس انتگرال f به علاوه g میشه انتگرال f به علاوه انتگرال g. خب اینکه r برابر f هم انتگرالش میشه r برابر انتگرال f هم به همین راحتی به دست میاد، خیلی ساده میتونید به دست بیارید. ببین بچه اینا رو خیلی راحت میتونید حساب کنید و میگم یه شهود ساده ای هم میتونید داشته باشید، ولی من نمیخوام وارد جزئیات اثباتش بشم. یا انتگرال آ تا ب f به علاوه انتگرال b تا c f میشه انتگرال آ تا c f. اینم خیلی بدیهیه دیگه، میگه مساحت زیر ناحیه از اینجا تا اینجا به علاوه مساحت زیر ناحیه از اینجا تا اینجا، خب میشه مساحت زیر ناحیه کل دیگه. خب و خوبی اون قراردادی که ما گذاشتیم که انتگرال بی تا آ رو گذاشتیم منفی آ تا بی، این خوبیش این میشه که من نیازی ندارم که راجع به ترتیب آ و بی و سی همینو بنویسم بخوام حساب کنم. خب در حقیقت یعنی من هیچ نیازی ندارم که آ و بی و سی ترتیبشون آ کمتر از بی باشه کمتر از سی باشه، در حقیقت این رابطه هم برقراره، انتگرال آ تا سی اف به علاوه انتگرال سی تا بی اف، این میشه انتگرال آ تا بی اف. ببینید چرا انتگرال آ تا سی اف میشه کل مساحت، انتگرال سی تا بی اف میشه منفی این مساحت. خب پس در حقیقت باید از کل این تیکر کم کنیم که میشه مساحت زیر این که همه انتگرال آ تا ب اف. اوکی در حقیقت من هیچ شرطی روی ترتیب آ و بی و سی ندارم، این همیشه با این قراردادی که گذاشتیم انتگرال آ تا بی منفی انتگرال بی تا آ، همیشه این رابطه برقرار مستقل از ترتیب آ و بی. خب بعد اینکه
اگه f و g انتگرال پذیر باشن و fx کمتر مساوی gx باشه، اون وقت انتگرال a تا b f کمتر مساوی انتگرال a تا b g میشه. باز دوباره اینم خیلی واضحه دیگه، به خاطر اینکه وقتی f همیشه زیر نمودار g باشه، مساحت زیر نمودارش کمتر مساوی مساحت زیر نمودار g میشه دیگه. اوکی. یا حتی اون جاهایی که g منفی میشه f منفی تر میشه دیگه، برای عدد منفی بیشتری داره، یعنی عدد بیشتری داره ازش کم میشه تا جی، بنابراین این رابطه حفظ میشه. برای من یه تابر بزرگتر مساوی کنم، انتگرالش هم بزرگتر مساوی میشه و نتیجه ما جمع اینه که قدر مطلق انتگرال آ تا به اف اف همیشه کمتر مساوی انتگرال آ تا به قدر مطلق اف. باز اینم خیلی بدیه، مثلا فرض کن این تابر رو توی این ناحیه در نظر بگیری، من مساحت زیر نمودارش رو نگاه کنم، ببین این تیکه که منفیه قدر مطلق تو این تیکه مثبته، و من مساحت زیر نمودار این بزرگتر مساوی مساحت بالای نمودار اینه، چون این با علامت، این مساحت با علامت منفی میاد به جاش این مساحت با علامت مثبت میاد. این تیکه که با هم برابرن، باز دوباره اینجا که تابع اصلی منفی میشه قدر مطلق مثبته، برای من بر انتگرال آ تا به اف دارم یه چیز منفی اضافه میکنم، ولی بر قدر مطلق چیز مثبت اضافه میکنم. باز دوباره توی این ناحیه هم که با هم برابرن. اوکی. پس در حقیقت همواره انتگرال قدر مطلق بزرگتر مساوی قدر مطلق انتگراله. یه جورایی نابرابری مثلث طوره، ولی حالا جزئیات اثباتشو میگم، مثلا نمیخوام راجعش صحبت کنم. و اگه من یه تابع فرد داشته باشم و از منهای آ تا آ انتگرال بگیرم، همیشه انتگرالش میشه صفر. ببین مثلا چون این تابع اگه فرد باشه، من از منهای آ تا آ که انتگرال بگم، این مساحت با این مساحت برابره منتها با علامت منفی، برای من جمعشون با هم میشه صفر. یا اگه یه تابع زوج داشته باشم، خب انتگرال منهای آ تا آ اف میشه دو برابر انتگرال صفر تا آ اف. باز دوباره اینم خیلی واضحه، بخاطر که از منهای آ تا آ بگیرم، این ناحیه با این ناحیه مساحتش برابره و هم علامته، بنابراین میشه کل این مساحت میشه دو برابر این تیک آبیه فقط. خب اینا خیلی چیزای واضحیه که از این ربط انتگرال به مساحت ما خیلی سریع و راحت میتونیم به دست بیاریم. دوستان میگن علامت قدر مطلق رو اشتباه زدید؟ نه دیگه، درست دادیم دیگه. قدر مطلق انتگرال همیشه کمتر مساوی انتگرال قدر مطلق دیگه. این قدر مطلق الان، خب این انتگرالش بیشتر مساوی خود اینه دیگه. اوکی. خب و من یه قضیه دیگه هم بگم که این یه x جا افتاده. کجا x جا افتاده؟ آها اینجا. مرسی. خب بریم ادامه بدیم. این قضیه ما مقدار میانگین در حقیقت برای انتگرال داریم، خب که در حقیقت چیزه. ببینید بچه ها، من فعلا یه چیزی کوچولو بهتون بگم که دقت کنید، که من فقط و فقط تا الان توابعی که به شما گفتم انتگرال پذیرن یا توابع پیوستن یا قطع قطع پیوسته، به طور خاص توابع یک اکسوم رو بازه منفی یک تا یک قطع قطع پیوسته نیست، چون شما اگه صفر هم اضافه کنید به عنوان یه نقطه وسطی، من تو صفر نه حد چپ دارم نه حد راست، برای من تابع یک ایکسوم طبق چیزایی که من گفتم تا حالا نمیدونیم انتگرال داره یا نه، ممکنه داشته باشه ولی طبق چیزایی که ما گفتیم نمیتونیم ثابت کنیم انتگرال داره، اگر داشته باشه، حالا بعدن جلوتر نشون میدم که نداره. خب ولی اگرم داشته باشه، ما تا الان طبق چیزایی که گفتیم نمیتونستیم بفهمیم. یکی از مهمترین ویژگی‌های انتگرال که باعث در حقیقت یکی از المان‌های کلیدی در حقیقت قضیه اساسی حساب دیفرانسیل انتگرال اینه که یک قضیه به نام مقدار میانگین برای انتگرال. قضیه مقدار میانگین برای انتگرال چی میگه؟ ببینید، بیایید تابع، فرض کنید که من یه تابع f دارم پیوسته از بازه AB به R. خب از یه مقدار میانگین انتگرال میگه که یه c تو بازه a به وجود داره که این انتگرال a تا به fx dx دقیقا میشه c ضرب در b منهای a. خب اثبات این قضیه هم خیلی اثبات ساده. در حقیقت ببینید، شما بیاید
ماکسیموم مقدار، اولا چون تابه پیوسته است، من ماکسیموم و مینیموم خودم رو حتما تو بازه بسته آبه میگیرم. خب بیاین خط ماکسیموم رو بکشید، خط افقی ماکسیموم، خط افقی مینیموم هم بکشید. انتگرال تابع F به صورت کامل از خط ماکسیموم ضرب در ارتفاعش کمتره، یعنی انتگرال آ تابع F x dx کمتر مساوی M ضرب در بیمنهای آ، به خاطر اینکه F همواره از M بزرگ کمتر مساوی، برای من انتگرال آ تابع F x dx کمتر مساوی M بزرگ ضرب در بیمنهای آ. به طور کاملا مشابه این ناحیه هم شامل این مستطیل کوچیک است و من بزرگتر مساوی ام کوچیک ضرب در بیمن های عام هست. خب در حقیقت این انتگرال بین این دوتا مقدار میفته و اگه من همه رو تقسیم بر بیمن های آ بکنم، برای من ام کمتر مساوی انتگرال تقسیم بر بیمن های آ کمتر مساوی ام بزرگ. خب در حقیقت این مقدار رو که بگیرید یه عددی میشه بین ام بزرگ و ام کوچیک. من اینو اینجا کشیدمش، نشونش دادم. خب در حقیقت میگه که شما یه ارتفاعی دارید بین ام بزرگ و ام کوچیک که از انتگرال اف تقسیم بر بی منهای آ. خب حالا به خاطر قضیه مقدار میانیه تا به پیوسته، حتما یه نقطه مثل سی وجود داره که افش دقیقا میشه این نقطه. خب به خاطر اینکه من اینجا ام کوچیک شده مقدارم، اینجا ام بزرگ شده، بذار هر مقداری بین ام کوچیک و ام بزرگ، من یه سی دارم که افش میشه اون، از جمله این مقدار، این یه مقداری بین ام کوچیک و ام بزرگ، پس من یه سی دارم که افش دقیقا میشه این، در حقیقت اف سی مساوی میشه با این حاصل تقسیم. حالا یه بیمنهای آ رو تو سمت چپ و راست ضرب کنید، دقیقا قضیه مقدار میانگین به دست میادش. خب اینکه چرا اسمش گذاشتیم قضیه مقدار میانگین، من یه ذره جلوتر توضیحش میدم. خط دوم سی یا اف سی؟ خط دوم کجاست؟ اه چرا؟ ببخشید تو صورت قضیه من معذرت میخوام. خیلی ممنون از تذکر دوستان. صورت قضیه اینو میگه که انتگرال آ تا به اف ایکس دی ایکس میشه اف در یه نقطه ضرب در طول بازه. ببخشید خیلی ممنون. من چیزی که ثابت کردم این بود دیگه، ثابت کردم انتگرال من تقسیم بر بیمنهای آ در حقیقت هست اف یه نقطه این وسط، یا معادلن اف ضرب در طول بازه میشه انتگرال تابع اف من، اف توی نقطه سی. اوکی خیلی ممنون از دوستانی که تذکر دادید. اوکی پس در حقیقت اف سی ضرب در بیمنهای آ یه سی وجود داره، این سی چیه رو نمیدونم، ولی فقط میدونم یه سی بین آبه و این الان میبینیم، همین یه چند دقیقه جلوتر میبینیم که این چقدر مفید و کار آمده و به من میتونه کمک کنه. خب در حقیقت ما معمولا به این کمیت خیلی جاهای توی رشته‌های مختلف به این حاصل تقسیم میگن میانگینه F روی بازه آبی. خب در حقیقت این داره یه جورایی میگه که به طور متوسط مقداری که F تو این بازه گرفته چقدره. به همین معنا در حقیقت این مقدار مقداریه که طول بازه ضرب در این ارتفاع با مساحت زیر نمودار برابر میشه. این یعنی چی؟ یعنی این خطو که بگیرید جاهایی که نمودار زده بالاش و جاهایی که نمودار زده پایینش، اینا با هم مساحتشون برابر. به این دلیل من بهش میگم میانگین اف روی بازه آبی. اوکی خب اسم این قضیه مقدار میانگینه و خب میانگین الان خیلی دیگه روشنه که چرا من دارم بهش میگم مقدار میانگین. در حقیقت داره میگه که یادتون باشه من مقدار رو معمولا برای این نمودار استفاده میکنم، در حقیقت داره میگه یک مقداری وجود داره، یک مقدار یعنی تابع اف در یک نقطه میشه میانگین اف رو کل بازه. خب به این دلیل بهش ما میگیم قضیه مقدار میانگین برای انتگرال. و خب دیگه من الان هر چی که لازم داشتم برای بیان
قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال رو آماده دارم و میتونم راحت حسابش کنم. قضیه اساسی حساب دیفرانسیل انتگرال چی میگه؟ میگه فرض کنید من یه بازه آی دارم که با یه نقطه مثل آ توی این بازه و تابع اف رو این بازه پیوسته است. بیاید یه تابع جدید تعریف کنید، اف بزرگ ایکس رو تعریف کنید بزه هر ایکس توی این بازه. خب بزنید رو بنویسم اینطوری، بزه ایکس توی بازه آی، اف ایکس رو تعریف کنید انتگرال آتا ایکس اف تی دی تی. خب این یه تابع جدیده دیگه، یعنی در حقیقت اگر که این تا نقطه من باشه، این آ باشه، به این نقطه ایکس باشه، اف بزرگ ایکس میشه مساحت زیر این ناحیه، اگه ایکس این نقطه باشه میشه مساحت این تیکه، حالا با علامت منفی. خب پس این یه تابع جدیده، میگه که رو هر نقطه ایکس، در حقیقت تابعیه که میگه مساحت تا نقطه ایکس از آ تا ایکس رو حساب میکنه. اگر این کارو بکنیم اون وقت تابع اف بزرگ رو این بازه آی مشتق پذیره، حکم قضیه اینه، و مشتقش هم دقیقا میشه اف کوچیک. به بیان حالا همینجوری خودمونی بخوایم سریع و راحت بگیم، مشتق انتگرال میشه خود تابع. خب و اگه من یه تابع دلخواهی هم داشته باشم، یه تابع جی بزرگ دلخواه داشته باشم که تو این رابطه صدق کنه که مشتقش بشه تابع اف، اون وقت انتگرال آ تابع اف ایکس دی ایکس همیشه میشه جی بی منهای جی آ. خب این چیزیه که تو کتاب یه جایی بهش به اسم پاد مشتق استفاده کرد. من خیلی ارادتی به این کلمه پاد مشتق نداشتم، به خاطر همین راجبش صحبت نکردم. خب و در حقیقت این قضیه رو جمع و جور کنی، میگه اگه شما میخوای انتگرال یه تابع پیوسته حساب کنی، کافیه یه تابع پیدا کنید که مشتقش بشه این تابع پیوسته شما و بیاین اختلاف این تابع پیوسته در دو سر بازه رو حساب کنید. و این یک ابزاری میشه که مثلا کلن به کمکش میتونم راحت انتگرال رو حساب کنم. الان اثباتش رو که راجبش صحبت کنم در حقیقت خیلی روشن میشه که چرا این اتفاق میفته. و هم بذاریم من قبل از نمادگذاری راجب این صحبت کنم، اثباتش بعد این نمادگذاری رو توضیح بدم. خب اثبات ببینید اثبات این چجوریه. فرض کنید که این نقطه آی من باشه تو این بازه، اینم نقطه ایکس هم باشه. خب اف ایکس بل من اگه بخوام مشتق به اف رو حساب کنم چی میشه؟ این میشه لیمیت اچ به سمت صفر بره یه اف ایکس به علاوه اچ منهای اف ایکس تقسیم بر اچ. خب طبق تعریف مشتق اگه بخوام حساب کنم چیزو، عرض به خدمت شما، مشتق اف تو نقطه ایکس رو این کار باید بکنم. مثلا فرض کنید که این نقطه ایکس به علاوه اچ باشه. خب الان من دارم اف ایکس به علاوه اچ و منهای اف ایکس میکنم. اف ایکس به علاوه اچ هست مساحت این ناحیه، یعنی انتگرال از آ تا ایکس به علاوه اچ. اف ایکس هست انتگرال آ تا ایکس. خب بنابراین در حقیقت بسن اولی بنویسم، بعد لیمیتش رو بنویسم. پس این چی میشه؟ این میشه انتگرال آ تا ایکس به علاوه اچ اف ایکس دی ایکس اف تی دی تی منهای انتگرال آ تا ایکس اف تی
دیتی. بچه یه چیز دقت کنید، به این که اینجا اسمشو من چه متغیری میذارم مهم نیست. اینو در حقیقت وقتی که من دارم دیتی مینویسم، یعنی این متغیریه که من دارم انتگرال میگم نسبت بهش. دقت کنید که الان من ایکس رو چون جای دیگه استفاده کردم، اگه اینجا اف ایکس دی ایکس مینوشتم این یه ذره گمراه کننده میشد، یه ذره که نه خیلی گمراه کننده میشد. به خاطر من نوشتم اف تی دی تی، یه حرف جدید استفاده کردم. خب ببین، این داره میگه انتگرال آ تا ایکس به علاوه چه اف منهای انتگرال آ تا ایکس اف. خب این که ما میدونیم چی میشه دیگه، این مقدارش میشه انتگرال آ باشد ایکس تا ایکس به علاوه اچ اف تی دی تی. در حقیقت اولیه هست مساحت این ناحیه، دومیه هست مساحت این ناحیه، اختلافشون خب میشه مساحت این ناحیه دیگه. درسته، این یکی از خاصیت های انتگرال بود دیگه. نتیجه این که وجود داره یه سی بین x و x به علاوه h، به طوری که f x به علاوه h منهای f x تقسیم بر h مساویس با اف سی. ببینید بچه ها، الان آمندم اف ایکس بلوش منهای اف ایکس میشه این انتگرال، انتگرال ایکس تا ایکس بلوش اف تی دی تی. طبق قضیه مقدار میانگی بر انتگرال که همین الان گفتم، خب در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که این انتگرال میشه اف توی یه نقطهی بین ایکس تا ایکس بلوش. دقت کنید که چون تابع اف هم پیوسته بود، خب ضرب در طول بازه که اچه، پس در حقیقت اف ایکس به علاوه اچ منهای اف ایکس که میشه این انتگرال تقسیم بر اچ میشه اف یه نقطه مثل سی بین ایکس و ایکس به علاوه اچ. درسته؟ حالا لیمیت اچ به سمت صفر بره اف ایکس به علاوه اچ منهای اف ایکس تقسیم بر اچ، این میشه لیمیت h به سمت صفر بره f این c. دقت کنید که c به h وابسته بوده، ولی c میدونستیم بین x و x به علاوه h بود. خب وقتی که h به سمت صفر بره و c بین x و x به علاوه h، خب c هم به سمت x میره دیگه. و خب چون تابع پیوسته است، این میشه f خود x. اوکی. پس ببینید در حقیقت من این الان اینجا یه نقطه مثل سی پیدا میکنم خب حالا نقاط کنید که x به علاوه h داره به سمت x میل میکنه، سی هم که بین این دوتاست، خب بنابراین سی هم باید حتما به خود اف میل کنه، و بنابراین در حقیقت این تقسیم که شده اف سی، بنابراین سی هم که داره به ایکس میل میکنه، پس این میشه دقیقا خود اف ایکس. اوکی. پس در حقیقت اگه من یه تابعی مثل اف داشته باشم، مساحت زیر نمودار یه نقطه مثل آ رو فیکس کنم، مهم نیست چه نقطه، هر نقطه‌ای که شما دوست دارید، خب و مساحت زیر نمودار از آ تا ایکس رو اسمشو بذارم اف بزرگ ایکس، این اف بزرگی که من اینطوری تعریف کردم مشتق پذیره و مشتقش میشه همون تابع اصلی خودمون. در حقیقت مشتق این مساحت میشه خود تابع. در حقیقت من چی میخوام بگم؟ من میخوام بگم که این تابع مساحت زیر نمودار از یه ایکس تا یه ایکس بله بچه یه ذره کوچولو حدوداً چقدر اضافه میشه؟ خب به اندازه ارتفاع تابع f ضرب در اون مقدار کوچولو. خیلی طبیعیه دیگه. من اگه اینو در نظر بگیرم یه خیلی کوچولو برم جلو، این چقدر به مساحت من اضافه میشه؟ تقریبا به اندازه همین مقدار ضرب در این مقدار کوچیکی که جلو رفتم. اوکی. ببین این قضیه اساسی حساب دیفرانسیل انتگرال، بذار این اثباتشو بنویسم که خارج از گزینشه.
ولی خیلی پرکاربرد و مهمه دیگه. اوکی. بعد یکی از دوستان پرسیده چی شد که سی به ایکس میل کرد؟ ببین دقت کن، سی بین ایکس و ایکس بالا به اچ بود. خب وقتی اچ به سمت صفر بره، یعنی سی بین ایکس و ایکس بالا به یه چیزی که به صفر داره میره ساندویچ میشه دیگه، میشه باید به خود ایکس میل کنه دیگه. اوکی. خب پس نهایتاً اتفاقی که افتاد این شد که مشتق تابع انتگرالی تابع پیوسته شد خودش. دقت کنید که من فرض پیوسته بودن این تابع رو لازم داشتم، و اگه تابع اصلی هم پیوسته نبود لزومی نداشت که این اتفاق بیفته. و در حقیقت این باعث میشه که خب خیلی وقتا من انتگرال ها رو برم اینجوری کنم که یه اف بزرگی رو حساب بکنم، خب که مشتقش بشه همون تابع اصلیه، و با محاسبه این اختلاف برم انتگرال حساب کنم. به خاطر یه نمادگذاری میذارم تعریف میکنم که این اف x این خط از آ تا ب، این منظورم اف بی منهای اف آست، چون این خیلی جا کاربرد داره در حقیقت ازش استفاده میکنیم. خب عرض به خدمت شما که من پاد مشتقینا راجبش حرف نزدم، بعد من راجبش الانم حرفی نمیزنم و بریم دیگه وارد یه سری محاسبات شیم. خب مثال تابع F رو در نظر بگیرید از بازی A به R. خب الف یا یک فرض کنیم F X مساوی کانستنتی مثل K باشه، یه ثابتی مثل K باشه. خب ببینید تو این مثال که انتگرال رو من خیلی راحت میتونم حساب کنم، اگه که f یه ثابتی مثل k باشه، خب مساحت زیر نمودار اصلا خب این یه مستطیل ترتمیز میشه دیگه. انتگرال a تا b f x dx دقیقا میشه k برابر b منهای a. اوکی. خب و من اینو اگه دوست داشته باشید میتونم با این قضیه اساسی حساب دیفرانسیل انتگرال هم حساب کنم. چجوری میتونم اینو حساب کنم؟ من یه دنبال یه تابعی میگردم که مشتقش بشه کا، مثلا تابع کا ایکس رو در نظر بگیرید. خب جی ایکس رو تعریف کنید کا ایکس، نتیجه این که جی پریم ایکس میشه کا. خب حالا انتگرال آ تابع f x dx طبق این چیزی که الان از قضیه اساسی حساب دیفرانسیل انتگرال گفتیم باید بشه g x از a تا b، در حقیقت این میشه k b منهای k a که میشه k برابر b منهای a که همون مقداریه که گفتیم. اوکی. پس من اگه یه تابع ثابتی داشته باشم ازش بخوام انتگرال بگیرم، انتگرالش خب همینجوری به قیافه ای که معلوم بود، این دیگه خود مستطیل بود و خب تو این رابطه هم صدق میکنه و درست. یه مثال ساده دیگه بزنیم. اول با این مثال ساده شروع کنیم، دستمون گرم شه، بریم سراغ چیز. یکی از دوستان میگن که قضیه قسمت دوم قضیه اساسی حساب دیفرانسیل انتگرال رو اثباتش رو نگفتید، بذارید اول یکی دو تا مثال استفادهش رو بکنم بعد اثبات قسمت دوم هم راجبش صحبت میکنم. خب عرض به خدمت شما که بذارید پس من یه لحظه اینو دقت کنید که ببین قضیه اساسی حساب دیفرانسیل انتگرال قسمت دومش رو دقت کنید بچه ها. قسمت دومش چی میگفت؟ میگفت هر تابعی پیدا کنید که مشتقش بشه f، انتگرال آ تابع f x میشه g b منهای g a. خب دقت کنید که اینجا دیگه اصلا نمیگفت g چه جوریه انتگرال از یه جای تا یه جای، یعنی اگه تابعی پیدا که مشتقش شد f، وقت g b منهای g a انتگرال آ تابع f رو بهتون میده. خب
اثبات این خیلی ساده است، ولی میگم بذار اول یه ذره استفادهشو بکنیم بعدن راجبش صحبت کنم. خب مثال بعدی، خب f x مساوی است با آلفا x به علاوه بتا. خب این اگر رو بازه آ تا به در نظر بگیرید یه همچین چیزی میشه دیگه، یه تابع خطی میشه دیگه، درسته؟ یکی از دوستان میگه مثال عددی بزنید، بذارید مثال عددی بزنید. مثلا بگید این باشه 1/2 x به علاوه مثلا 2. خب الان ببینید من اینو اگه بخوام از آ تا ب که مثلا آ تا ب هم این خودش 1/2 مثلا چه میدونم حالا 1 تا 2، حالا نمیدونم چه جوری عددش دیگه اسکیلش درست در نمیاد بی خیال دیگه، به خاطر اینکه همینجوری الان اون 1/2 و اینا رو گذاشتم. خب ببینید من الان بخوام اینو حساب کنم، در حقیقت این شکلی که من اینجا دارم یه دونه زوزنقه است دیگه، و زوزنقه رو من مساحتش رو راحت بلدم حساب کنم. در حقیقت میشه این ارتفاع به علاوه این ارتفاع ضرب در بخشید آره دیگه این زل به علاوه این زل ضرب در این زل تقسیم بر 2. خب در حقیقت من الان مساحت این رو میدونم هستش، اگه انتگرال 1/2 f x dx رو بخوام حساب کنم این در حقیقت میشه f 1 به علاوه f 2 ضرب در 2-1 تقسیم بر 2، درسته؟ این به خاطر مساحت زوزنقه میدونم اینطوریه. که خب این چی میشه؟ f 1 مون که هستش 1/2 به علاوه 2، f 2 مون هستش 1 به علاوه 2، در مجموع میشه چی؟ 4.5 میشه 5.5 ضرب در 1 تقسیم بر 2. خب ایشالله که اشتباه نکرده باشم، 3.5 نه ایشالله اشتباه نکردم. خب حالا نها کنید من دنبال یه تابعی هم که مشتقش بشه 1/2 x به علاوه 2. خب الان من اول مشتق میام جمله میسازم، اول دنبال ایسی میگردم که مشتقش بشه x2. خب من میدونم اگر از x2 خب مشتق بگیرم میشه 2x، درسته؟ برای من یه تقسیم بر 4 هم بکنمش این مشتقش میشه x2. خب از تابع 2x هم اگه مشتق بگیرم مشتقش میشه 2. خب بنابراین پس این اگه من جی ایکس رو این توی تعریف کنم این نتیجه میده که جی پریم ایکس مساویه با اف ایکس. خب بنابراین پس انتگرال 1/2 اف ایکس دی ایکس این میشه جی 2 منهای جی 1. خب جی 2 چقدره؟ این میشه 2/2 تقسیم بر 4 به علاوه 2 ضرب در 2 منهای 1/2 تقسیم بر 4 ضرب به علاوه 2 ضرب در 1. خب اینو حساب کنیم چی میشه؟ میشه 1/4 میشه 5، 5 منهای 2 میشه 3، 3 منهای 4 روم میشه 2.75 که همون 5.5 تقسیم بر 2. اوکی دقت کنید که من برای اینکه این انتگرال حساب کنم کافی بود یه تابعی پیدا کنم که مشتقش بشه اون تابعی که میخواستم. به خاطر همین اگه من یه جی ایکس رو مثلا اینجا میومدم مینوشتم به علاوه 6 هیچ مشکل پیش نمیومد دیگه، چون 6 رو که ازش مشتق بگرفتم میشد 0 و نهایتا تو محاسبه که ای داشتم اینجا یه به علاوه 6 میومد این تو هم یه منهای مثبت 6 میومد که این دوتا با هم خط میخورد.
برای هر عدد ثابتی من اینجا استفاده اضافه کنم 6 10 هر عددی ثابتی استفاده کنم چون مشتقش میشه 0 هیچ ایرادی نداره. اوکی این از این. خب پس ببینید بچه ها، حالا به صورت کلی تر اگه حالا این مثال رو زدیم بریم کلی ترش هم ببینیم. مثال فرض کنید f x باشه آلفا x به علاوه بتا، که آلفا و بتا دوتا عدد ثابتن. خب من در حقیقت دنبال یه تابعی میگردم که مشتقش بشه این. خب در حقیقت من کافی جی ایکس رو تعریف کنم آلفا ایکس دو تقسیم بر دو. دقت کنید این تقسیم بر دو رو گذاشتم که وقتی از این مشتق میگیرم این عدد ثابتش ضرب میشه با این دو ساده بشه، بشه آلفا ایکس به علاوه بتا ایکس. این نتیجه میشه که جی پریم ایکس مساویس با اف ایکس. خب و اتفاقی که میفته اینه که خب من میتونم توابع پیچیده تر داشته باشم دیگه. خب مثلا بیاین این مثال رو ببینید، مثلا بیاین چند جمله یا در حقیقت من با این ایده راحت میتونم برای هر چند جمله ای یه تابع بده کنم که مشتقش این بشه. بذار من اینم بگم اینجا، در حقیقت کتابتون از کلمه پاد مشتق استفاده کرده ولی من این اسمو اصلا دوست ندارم. در حقیقت ما به یه همچین تابع جی میگیم یک تابع اولیه. به یه همچین تابعی که مشتقش میشه تابع اصلیمون میگیم یه تابع اولیه برای اف. این پاد مشتق و اینا میگم من راستش خیلی ارادتی بهش ندارم و ترجیح میدم که از این اسم استفاده کنم، خیلی هم اسم متداولیه. خب ببینیم، بیاییم ببینیم من برای یه چند جمله یه دلخواه آیا میتونم یه تاب اولیه پیدا کنم. خب فرض کنید که یه چند جمله یه آن x به توان n بله و آن منهای یک x به توان n منهای یک تا بله A1X بله A0 به من دادن. فرض کنین FXمون این باشه. خب الان این ایدهی که اینجا استفاده کردیم به راحتی به من کمک میکنه که دقیقا مثل ایده بالا بگردم برای این تابع یه تابع اولیه پیدا کنم. ببین من میخوام که یه چیزی پیدا کنم که مشتق بشه ANX به توان N. خب در حقیقت اگر من x به توان n به علاوه 1 رو بذارم ازش مشتق بنید بچه ها، علل اصول شما توی انتگرال گرفتن یا این تابع اولی پیدا کردن اصل ماجرا اینه که یه تابعی پیدا کنید که در حد یه ثابتی مشتقش بشه همون، بعدش با یه عدد ثابت ضرب کردن میتونید درست کنید. به خاطر همین من الان که میخوام مشتق تابم بشه xn با xn به علاوه 1 شروع میکنم. xn به علاوه 1 میدم یه چیزیه که در حقیقت مشتقش میشه xn ضرب در یه عدد ثابتی. خب منطقه عدد ثابتی چیزی که من میخوام نیستش، در حقیقت من از این مشتق بگیرم میشه n به علاوه 1 برابر xn. بنابراین من یه تقسیم بر n به علاوه 1 میکنمش که اون n به علاوه 1 که قرار ضرب بشه ساده بشه، یه an هم ضرب میکنم که این به من دقیقاً آن ایکس میده. الان اینو ازش من مشتق بگیرم n به علاوه 1 صورت با n به علاوه 1 n به علاوه 1 نما میاد ضرب میشه با n به علاوه 1 مخرج ساده میشه به من آن ایکس n میده. خب و در حقیقت همینطوری من میتونم اینجوری بسم آن منهای 1 انوم ایکس n تا به علاوه آ 1 دومه x2 بله a0 x. خب اگر دوست داشتی میتونی یه عددی مثل c هم حساب اضافه کنی، یه عدد ثابتی مثل c هم اضافه کنیم تر. الان من g پرایم x رو حساب کنم این میشه همون fx. مشتق این تابع دقیقا میشه تابع fx به خاطر اینکه این چیزایی که تو مخرج ساده میشه
از نماهامون دقیقا یه دونه کم میشه بر ANXN، بله ANN1XN1، بله به A1X تا A0X، از این سی هم که مشتق بگیریم که میشه صفر دیگه. خیلی خوش و خرمی. در حقیقت این الان به من کمک میکنه که من با پیدا کردن یه تابع اولیه برای یه تابع بتونم انتگرال به راحتی حساب کنم. بنابراین در حقیقت به یه همچین چیزی ما میگیم انتگرال گیری نامعین. خب در حقیقت علاوه بر تابع اولیه، برگردم اینجا، به خاطر این خاصیت میگیم انتگرال نامعین F. خب در حقیقت انتگرال معین چی بود؟ میگفتی از بازه A تا به انتگرال میخوای بگیری دقیقا چی میشه؟ خب منتها به خاطر این خاصیت که G با اختلاف گرفتنش میتونید انتگرال F رو تو هر بازه حساب کنی، به این میگیم انتگرال نامعین F. پس من اگه گفتم که انتگرال نامعین F، اگه گفتم تابع اولیه، اگه به قول کتاب دون گفت پاد مشتق، اینا همه به یک مفهوم اشاره داره. و وقتی من میخوام بگم انتگرال نامعین، یعنی من اصراری ندارم که این دوتا رو نمایش بدم. و در حقیقت میگیم gx مساویه با انتگرال fx dx. دقت کنید که من این بالا و پایین دیگه چیزی نذاشتم. خب انتگرال نامعین یعنی که من یه تابعی پیدا کردم که مشتقش میشه f، و من رو هر بازه از هر آ تابعی بخوام انتگرال حساب کنم، کافیه g b منهای g a رو حساب کنم. به این دلیل بهش میگیم انتگرال نامعین. اوکی، من یکی دو تا مثال دیگه هم از این بزنم و بحث امروزمون رو تموم کنم. باز به عنوان مثال بیایید مساحت زیر نموداره، بذار ببینم که عددهای خود کتاب برم جلو که وقت اشتباه نکنم، 3x منهای x2 رو و بالای محور فرض کنید که این مساحت رو از من خواستن حساب کنیم. در حقیقت این مساحت چی میشه؟ این مساحت میشه این ناحیه دیگه. خب در اون تیکه که میادش پایین نمودار که دیگه به درد نمیخوره، در حقیقت قاسه بالای محور x باشه. در حقیقت این چیزی که میخواد، بعد من انتگرال این 3x منهای x2 رو اول باید بیام تعیین علامت کنم ببینم کجا مثبت کجا منفی. از این قیافه مشخصه که از کجا تا کجا مثبته، ولی خب من اینو باید حساب کنم. در حقیقت 3x منهای x2 این میشه x در 3 منهای x. نتیجه این که این بزرگتر از 0 باشه، دو شرطی با اینه که x بزرگتر مساوی 0 باشه، میشه x توی بازه 0 تا 3 باشه. خب پس این توی ناحیه بین بازه مقادیر بین 0 تا 3 در حقیقت یه تابع مثبته، خیلی راحت، چون کمتر از 0 که منفی میشه، بزرگتر از 0 هم منفی میشه، بزرگتر از 3 هم منفی میشه، بین 0 و 3 فقط علامتش مثبته. خب حالا که علامتش مشخص شد که تو چه ناحیه‌ایه، فقط من باید یه تابع اولیه پیدا کنم. تابع اولیه هم که الان گفتیم چجوری برای چند جمله پیدا می‌کنیم. در حقیقت اگه من جی ایکس رو بگیرم 3 دوم x2 منهای 1 سوم x3، g پرایم x میشه fx. برای مساحت خواسته شده این میشه g3 هستش
انتگرال 0 تا 3 f x dx هست جی 3 منهای جی 0 که میشه چقدر؟ در حقیقت 27 دوم منهای 9، 27 دوم میشه 13 و نیم، انشالله میشه 4 و نیم، امیدوارم که اشتباه نکرده باشم، 9 دوم. خب و دقت کنید که انتگرال از جنس مساحته، بنابراین این واحد در حقیقت از جنس واحد مربع، حالا واحدمون اگه سانتیمتر سانتیمتر مربع، اگه کیلومتر کیلومتر مربع. بچه ها میگن کی خسته نباشید، من دو تا مثال دیگه میزنم و خسته نباشید. خب عرض به خدمت شما که مثال بعدی فرض کنید که مساحت زیر نمودار سینوس x از 0 تا پای خواسته شده. خب ببینید بچه ها، این نمودار سینوس x حالا تو همین ناحیه بین 0 تا پای، و ببینید من در حقیقت دنبال یه تابعی هم که مشتقش بشه سینوس x. دقت کنید که من مثل مشتقگیری اینقدر راه حل ترتمیز برای انتگرال گیری ندارم، یعنی برای پیدا کردن تابعی که مشتقش بشه اون چیزی که من میخوام، باید برم سعی کنم به حافظه‌ام مراجعه کنم با تمرین. حالا یه سری روش هم میگیم که ذره کمک میکنه که ما توابع رو تبدیل کنیم به توابعی که میدونیم انتگرالشون چیه، ولی اصل ایده ماجرا اینه که یه جوری با چیزایی که میدونیم از قبل انتگرالشون چیه با اونا بسازیم. خب ببینیم بچه‌ها، مثلا من الان میدونم چیزی که مشتقش میشه سینوس یه ربطی به کوسینوس داره. خب در حقیقت من اگه کوسینوس x رو بگیرم، خب میدونم مشتقش میشه منفی سینوس، درسته؟ خب من باید علامتش رو یه جوری درست کنم که خود سینوس بشه، برای من اینجا یه منفی میذارم که مشتقش بشه مثبت سینوس. پس این مساحت خواسته شده که هست انتگرال 0 تا پای سینوس x dx، این میشه منهای کوسینوس x، دیگه از این نوادی که گذاشتیم استفاده کنیم، از 0 تا پای. خب کوسینوس x تو پای میشه منفی 1، بنابراین میشه منفی 1 منهای کوسینوس x تو صفر هم که میشه 1، میشه پس منهای چی شد؟ اشتباه کردم. این میشه کوسینوس پای منهای میشه چون توی دارم می‌نویسم من، میشه منهای کوسینوس پای به علاوه کوسینوس صفر که میشه منهای منفی 1 به علاوه 1 یا همون 2. اوکی، این از این. و یه مثال دیگه هم بزنم که بهتون بگم که واقعا این ماجرای ممکنه پیچیده بشه، یعنی باید حافظتون رو خوب استفاده کنید و یواش یواش با مرور زمان این کار رو بتونید انجام بدید. مساحت زیر نمودار 5 تقسیم بر 1 و علاوه x2 و بالای خط y مساوی 1. میخواییم این مساحت رو حساب کنیم. خب ببینیم بچه ها، این باز دوباره شکلش رو بیاریم ببینیم چه قیافه ای بود. این فرض کنید که تابع 5 تقسیم بر 1 و علاوه x2 باشه، این هم خط y مساوی 1 باشه. خب دقت کنید که این 5 تقسیم 1 به علاوه x2 تو صفر ماکسیموم خودش رو میگیره، به دو طرف که میره، یعنی به سمت منفی بی‌نهایت به سمت صفر میره، به سمت مثبت بی‌نهایت هم به صفر میره. در حقیقت رو اعداد مثبت نزولیه، رو اعداد منفی صعودیه. برای من باید ببینم مثبت و منفی کجا مساوی 1 میشه تا بتونم دقیقا پیدا کنم که
کجاها بالای خطه و دقت کنید که از من مساحت این ناحیه خواسته شده. برای اینکه من این کار کنم میتونم من مساحت این ناحیه رو حساب کنم منهای مساحت این مستطیل کنم. خب حالا بریم ببینیم چه شکلی. اول برم این دوتا نقطه رو پیدا کنم، این دوتا نقطه تقاطع ببینم کجاست. خب من اگه 5 تقسیم بر 1 به علاوه x2 رو بذارم مساوی 1، این نقاط تقاطع اینطوری به دست میاد دیگه، نقاط تقاطع، که خب این نتیجه میده که x باید مساوی مثبت منفی 2 باشه. خب پس توی نقاط مثبت منفی 2 من دارم این دوتا رو قطع میکنم. مساحت اول بذارید اینو من با یه خط قرمز مشخصش کنم. مساحت قرمز که معلومه میشه 1 ضرب در 2 منهای منفی 2، یعنی حقیقت ارتفاع من هست 1، طول این ضلع هم هست که 2 منهای منفی 2 یا 4، برای من پس این میشه 4. خب پس کافیه که من مساحت، در حقیقت مساحت مطلوب هست انتگرال منهای 2 تا 2 5 تقسیم بر 1 به علاوه x2 dx منهای 4. خب یعنی در حقیقت میشه مساحت زیر نمودار منهای مساحت این مستطیله. خب پس برای اینکه این کار رو بکنین من کافیه که در حقیقت دقت کنین که از من مساحت اینجا رو خواستن ها، مساحت کل رو نخواستن. حالا میشد مثلا نمیدونم تابر رو به جای 5 تقسیم 1 بر x2 بکنم 5 تقسیم 1 بر x2 منهای 1، بعد مساحت بالای نمودارش رو کنم، اینم جوابش دقیقاً همون بود. ولی حالا من مساحت این تیکر حساب کردم، میخوام انتگرال اینم حساب کنم. خب من الان دنبال یه تابعی میگردم که مشتق بشه 1 تقسیم بر 1 به علاوه x2. خب اگر یادتون بیاد بشه مشتق 5 تقسیم 1 به علاوه x2، در حقیقت اگر یادتون بیادش تانژانت وارون اینطوری بود که مشتقش میشد 1 تقسیم بر 1 به علاوه x2. پس من 5 برابر تانژانت وارون رو بگیرم مشتقش میشه دقیقا 5 تقسیم بر 1 به علاوه x2. پس نتیجه این که این مشتقش، یعنی برای انتگرال منهای 2 تا 2 5 تقسیم بر 1 به علاوه x2 dx، این میشه 5 برابر تانژانت وارون از منهای 2 تا 2. دقت کنید که تانژانت یه تابع فرده، خب بنابراین تانژانت 2 منفی تانژانت منفی 2. تانژانت هم تانژانت، یعنی تانژانت x میشه منفی تانژانت منفی x، هم تانژانت وارون x میشه منفی تانژانت وارون منفی x. بنابراین این در حقیقت میشه 2 ضرب در 5 تانژانت وارون 2 یا 10 تانژانت وارون 2. نتیجه این مساحت مطلوب مساوی با 10 برابر تانژانت وارون 2 منهای 4. حالا اینکه تانژانت وارون 2 چیه این خودش چیزه، باید بریم حساب کنیم تانژانت وارون 2 چه زاویه‌ای میشه، ولی چیزه، به هر حال من اینطوری میتونم این مساحت رو حساب کنم. خب فکر کنم دیگه امروز به اندازه کافی مطلب داشتیم و پیچیده بود دیگه، اگر که اجازه بدید خسته نباشید. حتما هستم با سوالا رو جواب میدم ولی کلاس تمومه. کیوان جمالی بفرمایید. اگر روی یک نمودار مثلا ما یه نمودار داریم شیبش در هر نقطه رو روی نمودار دیگه مثلا میکشیم، یعنی میگیم تو اینجا مثلا شیبش 2 هست، بعد یه نمودار میسازیم که اون میشه نمودار مشتق ما، اون وقت چه جوری این شیب ها که ما نمودارشو کشیدیم مساحت زیر اون نمودار برمیگردونه ما رو به همون نمودار اولیه‌مون، این چه ارتباطی بینشون هست بین شیب و مساحت؟ خب ببین در حقیقت قصه‌ای که وجود داره اینه که همون چیزی که گفتم دیگه، من الان فرض کن این نقطه آ باشه
این نقطه x باشه. اینم یه dx که فکر کن خیلی کوچولو، یعنی x به علاوه دلتا x که دلتا x خیلی کوچولو. درسته؟ بله. خب پس این a، این x، این x به علاوه دلتا x که x به علاوه دلتا x، یعنی دلتا x یه عدد خیلی کوچولوه. خب ببین من اگه f x رو تعریف کنم مساحت a تا x f t d t، الان من میزان رشدی که از x به x به علاوه دلتا x میرم تو f بزرگ پیدا میکنم چقدره؟ از x تا x به علاوه دلتا x f بزرگ من چقدر بزرگتر میشه؟ به اندازه این مساحت دیگه. بله. خب بنابراین رشد نسبیش نسبت به دلتا x چقدره؟ دقت کن که این دلتا x که خیلی کوچولو باشه، این ناحیه تقریبا یه مستطیله، از یه مستطیل خیلی کم فاصله داره. خب یه مستطیل با قاعده دلتا x و با ارتفاع تقریبا f x. و الان اینجا f x ما مگه شیب اون نمودار نیست؟ آهان، خود نه f نه x نه. اندازه نه f که خوده، نه نه این نمودار f ها، f که خود نمودار ارتفاع مشتقه. است الان من نمودار f بزرگ رو نکشیدم، در حقیقت برای محاسبه یه شیب مشتاب بزرگه اگه میخواستم بکشم اون وقت، یعنی اونو باید اونجا شیب اونه، ولی این اف کوچیک الان این ارتفاعه. خب یعنی الان اف کوچیک مشتق اف بزرگ ما هست. دقیقا. و اف بزرگ من الان توی وقتی به اندازه دلتا ایکس اضافه میشم اینقدر اضافه میشه. درسته؟ بله. اون وقت این انقدر اضافه شدنه، چرا این انقدر اضافه شدنه نشان دهنده یه تابع قبلی، تابع اولیه ما نه شده؟ نه خب یعنی الان ما میدونیم که الان اف کوچیک که معلومه اینه تا نمودارم، و اینا شیب های ما هستن نه در نه واقع شیب تو نقاط مختلف. شیب رو فراموش کن اصلا اف. یه لحظه الان من کار به کار شیب بله. ندارم. این الان نمودار بله. اف کوچیک. اف بزرگم مساحت بله. تا این توی مثلا اف بزرگ نقطه ایکس که مساحت اینه. خب بله. میزان رشدی که من بله. تو اف بزرگ به خاطر تغییر در دلتا ایکس دارم میشه مساحت این. بله. خب این مساحت هم هست ارتفاع تو این نقطه که خود اف کوچیکه ضرب در دلتا ایکس. پس نسبت رشد اف بزرگ تقسیم بر دلتا ایکس تقریبا میشه خود اف ایکس. خب در حقیقت اون بله. تابعی که تو دوست داری یه تابع دیگه است که من نمودار اف بزرگ رو بکشم که مشتق بشه اینجا، اون وقت میشه این. من همین رو میخوام بدونم که از لحاظ شهودی چجوری اون مساحت کوچیک رو همین دیگه. ببین الان این مساحت کوچیکه، قبول نداری دلتا ایکس خیلی کوچیک باشه تقریبا همین مستطیله؟ بله که یه مستطیل. خب دیگه، خب ارتفاعش که از اف کوچیک، قاعدش هم که از دلتا ایکس دیگه. بله متوجه شده. آره گرفت. مرسی. فرشته باشتنی بفرمید. استاد سلام، وقتتون بخیر. بفرمید. استاد ببخشید، من سوالم راجع به بست تیلور، اینو حقیقتش من بذار آخرش. بذار اول سوال بچه‌ها رو جواب بدم بعد. مرسی. آتنا رسولی بفرمید. سلام، صدای من میاد استاد؟ بله بفرمید. میشه لطفا مثال آخر رو بیارین که حل کردی؟ بله. امکانش هست خط آخر رو مجدداً توضیح بدید؟ اینجا رو؟ پایین شکل که یک خط نوشتین. آره. جی ایکس مساوی 5. آره. ببین من دنبال یه تابعی میگشتم که مشتقش بشه یک تقسیم بر یک علاوه ایکس دو. بله. خب تانجانت وارون میدونستم مشتقش میشه یک تقسیم بر یک علاوه ایکس دو. اینو حساب نکردم، اینو از خاطراتم یادم بود. خب پس 5 برابر تانجانت وارون مشتقش میشه 5 تقسیم بر 1 علاوه x. آها بله، بعد اون ادامش دو رو متوجه نشدم آها دو. خب این نقطه ها رو حساب کرده بودم دیگه، این نقطه و این نقطه کجاست حساب کرده بودم دیگه. ببین من الان میخوام انتگرال این یعنی مساحت زیر نمودار آبیه رو حساب کنم، از کجا تا کجا؟ از نقطه بله. تقاطع با خط وای مساوی 1. در حقیقت این میشه منهای 2 تا 2. اینا رو اینجا حساب کردم. بله بله. اینا رو بیاید من سبز می نویسم.
و این دوستانم سبزشون میکنم که یادتون باشه این از کجا اومد. من دو پشت پنج رو گفتم و دو رو زب در پنج کردیم. آها ببین، به خاطر این که چیزه این از ببین الان این تابعه تابعه زوجه. خب الان بذاری اصلا اینجوری بله. اینجور بگم ببینید این تانج خود تانجانت وارون یه تابع فرده. خب تانجانت وارون یه تابع بله. فرده، بنابراین تو نقطه دو تو نقطه منفی دو منفی همه. آها خب پس میشه پنج تا تانجانت وارون دو منهای منفی تان پنج تا تانجانت وارون دو که میشه دو برابر پنج تا تانجانت وارون دو. آها بله متوجه شدم. من خب در حقیقت به خاطر این هست که تابع زوج اولش گفته بودم که تابع زوج از یه عدد منفی تا منفی اون عدد منفی میخوایی حساب کنیم میشه دو برابر از صفر تا اون عدد. بله بله متوجه شدم. بعد یه قسمتی هم که همین جی ایکس رو مساوی انتگرال قرار دادیم صفحات قبل. تعریف قضیه اساسی حساب دیفرانسیل میگیم دیگه احتمالا. بله یه صفحه بعدش فکر کنم که نگفته بودیم. نه هنوز ببینید نوشتیم که جی ایکس مساوی انتگرال بعد برای انتگرال. آها بله بله اون پایین زرد نوشتیم اختلاف نیستش یعنی الان مستقیما نه 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 ببینید من گفتم که اینجا این جی بی منهای جی آ انتگرال آ تابع اف ایکس دی ایکس رو میداد. خب بله این انتگرال انتگرال معینه بالا و پایینش معلومه. بله درست. خلاصه به خاطر این که این جی این خاصیت رو داره بهش میگم انتگرال نامعین اف و اینجوری نمایشش میدم. و این دقت کنید که این بالا و پایین نداره دیگه اینجا هیچی. در حقیقت اینو همه میدونن که وقتی من تابع رو اینجوری مینویسم منظورم اینه که از آ تا بی خواستی حساب کنی باید جی بی منهای جی آر رو نگاه کنی. آها درسته خیلی ممنون. بعد سوالی که راجع به چند جمله تیلور دارم بمونه برای آخر درسته؟ متشکرم از آقای محمدی بفرمایید. سلام استاد خسته نباشید. بفرمایید. استاد من یه سوال فقط ما واسه حساب کردن انتگرال بیشتر از انتگرال نامعین استفاده میکنیم درسته؟ تقریبا بله. یا عددی شما... یا انتگرال عددی حساب میکنیم به کمک مثلا کامپیوتر اینا. بله. خب که میشه با همون خاصیت این خاصیت که من اولش گفتم هی چیز بود بر بعضیا نامعلوم بود که چرا و توضیح دادم البته چرا این کار میکنیم که با کوچیک کردن قطر افرازا مجموع ریمانی و انتگرال میل میکنه. بله اوکی. در حقیقت خیلی وقتا چیزه من تابعی که خیلی پیچیده است چون نمیتونم به این سادگی انتگرال نامعین براش حساب کنم. انتگرال نامعین گرفتن کار سختیه معمولا، یعنی برای خیلی توابع ساده ای که ما میشناسیم بلد نیستیم انتگرال نامعین حساب کنیم براش. خب مثلا توابع سینوس x تقسیم بر x به همین سادگی من برای توابع بلد نیستم انتگرال نامعین حساب کنم. توابع ای به تا منفی x دو من برای این بلد نیستم انتگرال نامعین حساب کنم. درسته که اینا مشتقاشو بلدی راحت حساب کنی. خب حتی خیلی جا من نمیتونم برای من دنبال روش هایی میگردم که بتونم این انتگرالاشو حساب کنم. خیلی وقتا وسط عددی استاب میکنم و عددی حساب کردن اینطوری که واقعا بازم میام تیکه تیکه های کوچولو کوچولو میکنم اف و ضرب در این دلتا ایکس ها میکنم جمع میکنم تقریب میذارم. آها ممنون. بعد اونجای شما داشتین قطع قطع پیوسته رو توضیح میدادید میشه اسلایدشو بیارین یه لحظه؟ قطع بله بفهمید. آها بعد شما اینجا خط آخر که لیمیت گرفتین واسه ایکس آی چپ و راست گرفتیم نه واسه ایکس آی و نمیدونم ایکس آی منهای یک چپ و راست. خب میدونم دیگه واسه همه آیای بین صفر تا ان یا بین یک تا ان دیگه نوشتم که خب ما بازمون که بین ایکس آی منهای یک و ایکس آیه. نه ببین میدونم ببین کل بازه آتابه رو من اومدم تیکه کوچولو کوچولو کردم. خب و میخوام تو هر بله. کدوم از این نقطه وسطی ها از راست لیمیت داشته باشم، از چپم لیمیت داشته باشم، از چپ راست الان برعکس کشیدم، از چپ لیمیت داشته باشم، از راستم لیمیت داشته باشم و درون بازه ها پیوسته باشه. این نوشت خب. این در حقیقت اینجا نوشتم همه سربازه ها از راست حد دارم البته انمن های یک
اینا هم همه انتهای بازه ها از چپ حد دارن. خیلی ممنون استاد. خواهش میکنم. هماینی فلاحی بفرمایید. استاد صدرم میاد؟ بله بفرمایید. اونجا که داشتیم انتگرال رو تعریف میکردیم با مجموعه ریمانی گفتیم اگه ما از بالا تقریبا به عدد یک تا از ایش و از پایین ما خون آیا میگیم که انتگرال موجوده؟ درسته گفتیم یه عدد بلد. یک تایی همیشه میشه. اگر عدد یک تایی وجود داشته باشه بهش میگیم انتگرال. ممکنه بیش از یک. الان مثلا تو مثال آخرتون جوابش شد یه تابعی از تانجنت منفی یک دیگه، که خب یه زاویه‌ای به حسب رادیان میشه که توش پی داره. وقتی این عددی عدد گنگه چطوری میتونیم بگیم حالا انتگرال ما یه عدد یک تا مشخصه؟ نه، یک تا مشخصه یعنی که یه عدده یه چیزه، این که اون عددو من میتونم مقدارش رو حساب کنم یا نه یه چیز دیگه است. یعنی این که یه عدد بیشتر از شش عدد که نیست تانجنت منفی. درسته. یه عدده، حالا اینکه این عددو من میتونم راحت حساب کنم یا نه اون یه قصه دیگه است. یعنی انتگرال وجود داره، ولی اون که عدد چنده، خب شاید مثلا نتونم عددش رو حساب کنم. اون مشکل. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب امیر روحانی بفرمایید. فکر کنم بچه‌ای که امیر روحانی شما سوالتون از چند جمله تیلور بود، درسته؟ سلام استاد. نه. نه، خب بفرمایید. استاد بخش همین راجع همین سوال آخر میتونیم مثلا یک جور دیگه مثلا بخوایم انتگرال رو حساب کنیم مثلا با یه مشتق دیگه، یعنی کلا میشه؟ حالا اینو جلسه بعد من برمیگردم به قسمت دوم قضیه اساسی حساب دیفرنسیل انتگرال. شما هر تابعی پیدا کنید که مشتق بهش بشه این همین تابع است، مگر اینکه حد اکثر با یه عدد ثابتی جمع شده باشه. آها. هیچ تابع دیگه ای نمیتونید پیدا کنید که این ویژگی رو داشته باشه که این بشه؟ هیچ تابع دیگه ای نمیتونید پیدا کنید که مشتقش این بشه، فقط اینه یا این به علاوه یه عدد ثابت، مثلا این به علاوه 1000، این به علاوه 10000. خب اصلا ما یکی پیدا کردم. چک کنید با LN فکر کنم اشتباه میکنید. خب بگم بنویسیم. بگید بنویسم. 5 تقسیم بر 2x LN 1 بلاوه x2. این قلم هم شروع کرد بازی در بودن. 5 تقسیم بر 2x. خب LN 1 بلاوه x2 صورت. بله. خب LN 1 به علاوه x2 چی میشه؟ خب میتونم مشتقش میشه 2x تقسیم بر 1 به علاوه x2. خب ضرب داره 5 تقسیم بر 2x به علاوه منهای 5 تقسیم بر 2x منهای 5 تقسیم بر 2x2 برست ضرب در ln 1 علاوه. نه من اونو حساب نکردم. جمله‌شو حساب نکرده بودی. بله خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. مهدی رشنو بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. ممنون. استاد اون قسمت انتگرال معین که میگفتیم دی ایکس بازه ها رو به هی کوچیک و کوچیک‌تر کنیم نزدیک صفر. حالا نزدیک به صفر میشه صفر صفر ضرب در هر چیزی هم میشه صفر. نه دیگه، اون خیلی باید تخمینت رو دقیق بزنی. وقتی با هم جمع بین، چون تو یه تعداد زیادی صفر رو با هم داری جمع میکنی، خب یا یه تعداد عدد خیلی کوچیک و یه تعداد زیادی، یه تعداد خیلی زیادی عدد خیلی کوچیک رو داری جمع میکنی، این دیگه لزوما صفر نمیشه، شبیه صفر ضرب در بی نهایت میشه. وقتی طول بازه ها تو به صفر میل میدی، تعداد بازه هات به بی نهایت میل میکنه، برای من شبیه صفر ضرب در بی نهایت میشه که مبهمه، باید رفع ابهامش کنی. بعد راجع به خطای تیلور هم من سوال داشتم. فکر کنم دیگه هر کسی که هستش الان سوالش دیگه سوال انتگراله جواب داد، میتونیم بپرسیم. فرض کنیم ما یه رادیکالی تخمین میزنیم میشه 1.5 و با خطای مثلا 0.3، من از کجا بفهمم که اون تخمین دقیق من بین 1.5 تا 1.8 یا بین 1.2 تا 1.5؟ اگر مشتق دوم تغییر علامت نده میتونی اینو بفهمی، یعنی بده نمیتونی بفهمی. ببین اگر این اختلاف علامت نده، خب دیگه یعنی در حقیقت رادیکال واقعیه منهای 1.5 میشه مشتق دوم تقسیم بر 2 ضرب در یه عبارتی به توان 2.
حبایت به تمام دو که همیشه مثبته، دو هم که همیشه مثبته، برای این اختلاف دقیقا هم علامت مشتق دومته. یه جور دیگه بگیم، بگیم مشتق دوم مثلا اگر مثبت باشه، مثلا من میشه راه حل به علاوه باشه. پیشنهاد کنید که یا چی؟ آره دیگه، در نه حقیقت ببین، میگم بر این اساس توضیح بدید. هم پس اینجوری بگم، ببین الان چه چیزی گشت، اصلا داشتیم مثالش دفعه قبل دیگه، رادیکال 26 داشتیم حساب میکنیم، فکرم گفتم دو جلسه قبل. اون یه لحظه سب کنیم، اون رادیکال 26 رو مشتقش بیارم. میشد منفی. آره خب دیگه، هم که تغییر علامت نده حل دیگه. اینجا رادیکال، به این من اختلاف اینا ربط داره به افزگونت، ربط داره اکسان های به تمام دو تقسیم بر دو. خب افزگونت هم وقتی منفیه، برای من حتما از رادیکال 26 بزرگتر. پس هر وقت مثبت بود کمتر اینجوری. آره اگه با تخمین مرتبه یک، یعنی بستگی به اختلاف داری، اختلاف رو باید حساب کنید ببینید چه علامتی داره. به این شما در حقیقت اگه تخمین مرتبه n بزنید، دارید می نویسید f x تون هست p n x به علاوه e n x، که e n x هست f n به علاوه 1 در یه نقطه مثل c تقسیم بر n به علاوه 1 فاکتوریل ضرب در x به نهای a به توان n به علاوه 1. درسته؟ بله. خب اگه این رابطه رو بتونی تغییر علامت به تعیین علامت کنی، میتونی بگی این بزرگتر مساوی یا کمتر مساوی. کلا اینجوری. خیلی متشکرم، ممنون، خستم. خب آتنا رسولی بفرمایید. سلام مجدد. من یک سوال راجع به همین رادیکال 26 داشتم که خودتون زدین. میخواستم بپرسم که الان ما برای مقایسه کردن حالا اون خطا توی یک نقطه مثل سی میخواستیم کران براش مشخص کنیم، اونا قدر مطلقش رو باید در نظر بگیریم یا علامتش هم مهمه؟ وقتی که میگیم دقت فلان باشه، فقط قدر مطلق. آخه الان توی این مثالی که شما زدین، به خاطر اینکه اومدیم توی 25 حساب کردین، یعنی اون حول 25 گرفتیم، عدد ما به هر حال بزرگتر میشد. اون یعنی بعد احساس کنم یه چیزو. نه دیگه، ببینید الان من تخمین مرتبه 1 که میزنم، تخمین مرتبه 0 میزنم، خود 5 که کوچیک‌تره. آها بله، تخمین مرتبه 1 میزنم میشه 5 و 1 دهم که بزرگتره. یعنی ما بعد برای اینکه با اون مقدار یعنی واقعی برسیم، یه چیزو به علاوه میکردیم به اون مقدار. به پنج باید یه چیزو اضافه میکردید دیگه. از پنج و یه دهم باید یه چیزی رو کم میکردید. از پنج و یه دهم منهای یه صد باید به چیزی اضافه کنید. همیشه آخر سر اینکه علامتش چیه به علامت یه همچین چیزی ربط داره. و حالا در مورد رادیکال ایکس اینطوری بود که این یه در میون مثبت منفی میشد و من یه در میون تخمیناتون چپ و راست مقدار واقعی میافتاد. بعد الان تو این کاری که شما انجام دادین مثبت شد دیگه اون خطای، به خاطر اینکه بعد جمع کنیم. بعد حالا مثلا توی مثالایی که منفی در میاد این، بعد صرفا قدر مطلقش رو پس گفتیم برای کران گرفتن حساب کنیم دیگه، یعنی کلا فرمول رو قدر مطلق. اگر دقت رو میگن، دقت یعنی قدر مطلقه، دقت یعنی که چقدر فاصله داری، نمیگه مثبت یا منفی. مثلا اگه بگن خطای کمتر از 1/100، آره دیگه، خطای کمتر از 1/100. همین سوال دیروز مثلا اینطوری بود، میگفت خطای کمتر از 1/100 مطلق اینو میخواد دیگه. درسته، متوجه شدم. خیلی ممنون. شما منفی 10 من نمیگم خطای کمتر از 1/100، خطای کمتر از 1/100 یعنی عدد بین منفی 1/100 تا 1/100. بله، متشکرم. خواهش می‌کنم. فرشاد باشتنی بفرمایید. استاد بخشید، سوال من راجع به یک چیزی از همین اشکالی که تو سوال دیروز برام پیش اومد. وقتی که فاصلمون تو سوال دیروز عدد 20 رو می‌خواستیم با 36 تخمین بزنیم، اختلافش حدود 16 واحد بود. بعد یکی از بچه‌ها حساب کرده بود مثلا اینو می‌خواست حساب کنه 16 مرتبه باید قدر باید مشتق می‌گرفت. تو خواهی لازم بود باید می‌فهمم فکر کنم با 7 بارم در میومد. استاد اشکالی که پیش میومد، من خودم تو حل کردنم باز باید رادیکال 20 رو استفاده میکردم. یعنی اشتباه میکردی، رادیکال 36 رو لازم داشتی. تو مشتق ها توی 36 رو باید حساب میکردی، رادیکال 36 لازم داشتی.
اصلا مشکلی که پیش می اومد وسطش این بود که اون با انگار تابع خطامون تابع ایمون در حسب سی اوکی میفهمم. اون میگفتی با بزرگتر از رادیکال، میخواستی بگی یک از یک تقسیم بر رادیکال 20 کمتره، درسته؟ مشکلت این بود دیگه، میخواستی خطاتو که تقسیم میزنی بین یه عدد بین 20 تا 36 بود و چون تو باید کوچیکتر بله. میگرفتی باید 20 رو میگرفتی. خب حالا میگرفتی یک تقسیم بر رادیکال 16، از اینم بیشتر همین میشه استاد. دیگه. خب دیگه از 4 بیشتره دیگه، حالا لازم نیست یکی از دقیق بچه ها رادیکال همین 20 شده حل کرده بود استاد، بعد نمیرم میگفتش 13 مرتبه بعد مشتق بگیر. حالا فکر نمی کنم، ولی حالا فوقش حالا این یک تقسیم رادیکال 20 و حالا 4 و 2 دهم، نمیدونم 4 و 2 دهم تا 3 دهم تا اینجا هم هنوز از رادیکال 20 کمتره دیگه، اشکال نداشت در این حد استفاده کنید. آره من ولی از همین رادیکال من فکر کنم اشتباه میکنید، رادیکال مثلا درجه 7ش میشد درجه 8. حالا دیگه ببخشید بذار من سوال دیروز رو از جزئیات نمیشم، من کلی از مرسی. حاجا محمد رضا صوابی آخرین سوال. سلام استاد. سلام ماشی، که سوالش الان سال حالا مثلا دیروز رو میگم گفته رو خط کمتر از 100 مثلا ما میگیم مشتق 6 رو میگیریم، با یعنی الان ما تیلور تا درجه 5 رفتیم، بعد برای خطاش میگیم 6 رو میگیریم دیگه، اگه همون مثلا کم در 100 نشد هم طوری بعد ادامه بدیم تا که بالاخره کم بشه. این اتفاق بیفته بعد یه سال دیگه داشتم، مثلا میگه که تا دو در تا دو رقم بعد از ممیزش مثلا ثابت باشه. میدونم ببین دو رقم بعد از ممیز یه ذره پیچیده است به خاطر چالش چیز، مثلا الان 5 خود عدد 5 در نظر بگیر، بله تو خطای کمتر از 10 به توان منهای 1000 هم داشته باشی ممکن رقم اول قبل از اعشارش هم درست نباشه. بخاطر میشه 4.999999 این رقم اول قبل از اعشارش متفاوته دیگه. بخاطر رقم قبل از اعشار به من تعداد رقم قبل از اعشار بعد از اعشار ممکنه معنادار نباشه به عنوان دقت. در حقیقت اگه با عدد گنگ سر کار داشته باشید خوب پیش میره اوضاع، ولی اگه با عدد حقیقی یا عدد با بسته مختوم داشته باشین یه ذره بد دسته. ولی معمولا منظور از این جمله تا دو رقم بعد از اعشار اینه که آقا یعنی با دقت مثلا یه صدم کمتر از یه صدم. نه آخه یه سال دیگه داشته مثلا منظور این بود که مثلا الان تا تو همین درجه بسته تیلور مثلا میگه که تا دو رقم بعد یعنی در واقع تا یک صدم ادامه میدیم، بعد ما میریم مثلا تو مرتبه چهارم به 4.47 میرسیم، بعد تو مرتبه پنجم هم باز به همون 4.47 میرسیم. این مثلا هنوز نشون نمیده که دقتتون کمتر از یه صدم شده، دقت کمتر از یه صدم باید با این تخمین بزنی. بله یعنی اینجا ببین تو الان بست کوسینوس رو بنویسی، خب چند جمله تیلور درجه صفرش اینه، درجه یکش همینه، درجه دوش میشه این و درجه 3 دقیقا با خود این برابره به خاطر اینکه جمله بعدیش هم صفر، یعنی درجه 2 و 3 دقیقا با هم برابرن تا 1000 رقم بعد از اعشار، ولی معنیش این نمیشه که این دقت شما کامل شده. بچه ما گفتیم برای خطا فقط همین x منهای آب توان n علاوه 1 به روی n علاوه 1 فاکتوریال مهم‌ترینشه دیگه، اون میتونه معمولا این تیکه تیکه اساسی است. آه. خب اینم میتونید استفاده کنید. خب اینطوری نیست که این به درد نخوره، مثلا تو مثال دیروز اتفاقا این کمکتون میکرد زودتر به نتیجه برسید، ولی معمولا اصل ماجرا اینه، معمولا اصلش کمتره اون یک معمولا. آره دستتون درد نکنه، خسته نباشید. خواهش میکنم، خسته نباشید دوستان، موفق باشید.